الاعتمار والحج. عمره و حج. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 4 بار عمره به جای آوردند. و حج النبی صلی الله علیه و سلم حج واحد. و یک حج به جای آوردند. تسمى حجة الوداع. که این یک حج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که به جای آوردند به حجة الوداع مشهور هست. لماذا؟ چرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع فيها الناس، يقول لعلي لا ألقاكم بعد هذا كالمودع لهم. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این حج با مردم وداع کردند و فرمودند که چه بسا من دیگر شما را ملاقات نکنم و خبر دادند از این که وفات ایشون نزدیک شده. فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة. فریضه حج در سال 9 هجری نازل شد، حکمش و فرض شد. في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم على الفور لم يؤخر. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال 10 هجری بلا فاصله و بدون تأخیر حج به جای آورد. السنة التاسعة تسمى هذه السنة عام الوفود. كثر الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم. سال 9 هجری عام الوفود نامیده میشه به معنای سال وفدها که وفدها و هیئتها و نمایندگان قبایل نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم می آمدند و گروه گروه مسلمان می شدند. حج مع النبی صلی الله علیه و سلم اناس کثر. با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردمان زیادی حج گذاردند. كلهم يتلمس ويريد ان يقتدي بهدي النبي صلی الله علیه و سلم في الحج. و هر یک از اونها در جستجوی حرکات و سکنات و اعمال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود تا به رسول خدا علیه و سلام اقتدا بکنه. نعم، النبی علیه الصلاه و السلام كان عندما ياتي ويصنع اي شيء يصنعه في الحج يقول خذوا عني مناسككم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلام هر کاری که در حج انجام میدادند در این حال دستور دادند که مناسک و روش حج به جای آوردن خودتون رو از من و روش من بگیرید. یعلم بقوله و بفعلی علیه الصلاة و السلام. بدین ترتیب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با عمل خودشون به مردم آموزش میدادند و با زبان و گفتار خودشون هم بر این تعلیم تأکید میکردند.